سلام، من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم. به چنل ما خوش اومدید. ما هر هفته در اتاق 13 دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی، البته ترسناک، حرف میزنیم. تیتر تمام روزنامه ها توی تمام دنیا نوشته شده بود جیانی ورساچه، دیزاینر مد و فشن، جلوی در خونش در میامی آمریکا ترور شده. دقیقاً در 15 ژوئیه سال 1997 آقای جیانی ورساچه برای خرید قهوه و مجله از امارتش بیرون اومد. حدوداً ساعت 8:40 بود و تا کافه مورد نظرش فقط 3 پیاده روی بود. بعد از خرید، موقعی که داشت مجله ها رو ورق میزد و به خونش نزدیک میشد، دقیقاً جلوی در امارتش حدود ساعت 8:55 مورد اصابت 2 قرار گرفت. با رسیدن پلیس و شدت محلی ها ضارب رو شخصی حدوداً 30 تشخیص دادن. پلیس به کمک محلی ها شروع به جستجو کرد و تونستن ماشین ضارب رو پیدا کنن. اما ماشین متعلق به ضارب نبود، بلکه متعلق به شخصی بود که به تازگی کشته شده بود. کسی که ماشین رو دزدیده بود شخصی بود به اسم اندرو کنانه، 27 ساله و در لیست خطرناکترین افرادی که تحت تعقیب FBI بود. اون متهم به کشتن افراد دیگه‌ای هم بود. موجی از ترس بین مردم شکل گرفته بود. قاتلی زنجیره‌ای که 3 بود در ایالت‌های مختلف افراد مختلفی رو می‌کشت. اما قبل از اینکه جلوتر بریم و داستان رو بشنویم، بهتره بریم یک کم در مورد اندرو بشنویم. اندرو در شهر ملی در کالیفرنیای آمریکا در سال 1969 به دنیا آمد. پدر او یک فیلیپینی مهاجر و مادرش دورگه ایتالیایی آمریکایی بود. اندرو آخرین فرزند در بین 4 بود و پدر او بعد از خدمت در نیروی دریایی ایالات متحده و بازنشستگی به عنوان کارگزار سهام فعالیت می‌کرد. با این حال خانواده او وضع مالی مساعدی نداشت. مادر اندرو پس از زایمان اندرو دچار افسردگی پس از زایمان شده بود و همین دلیل قادر به نگهداری از کودکش نبود و پدر اندرو از اندرو مراقبت میکرد. به همین دلیل یه رابطه عجیبی بین این دوتا شکل گرفت، به طوری که حتی اتاق خوابشون یکی بود. بعضی ها گفتن که احتمالاً پدرش اونو مورد سوء استفاده جنسی قرار میداده، اما این مسئله هیچ وقت ثابت نشد. در خونه اونا هر چیز خوبی که بود متعلق به اندرو بود. مثلا اندرو هنوز به سن رانندگی نرسیده بود و خیلی کوچیک‌تر بود، پدرش براش ماشین خرید. در صورتی که خواهر برادراش که بزرگتر بودن ماشین نداشتن، و یا اینکه خواهر برادراش به مدرسه دولتی می‌رفتن، ولی اندرو تونسته بود از یه مدرسه خصوصی که میگن بهترین مدرسه کالیفرنیا بوده بورس بگیره و اونجا بره درس بخونه. اون به خاطر هوش بالاش اغلب مورد توجه معلمین بود. به همین دلیل هم باعث شده بود که بچه های مدرسه به هیچ عنوان از اندرو خوششون نیاد و حتی لقبای زشت بهش بدن. ببین، اتفاقا اندرو چند تا دایره المعارف تخصصی هم حفظ کرده بود و هر سوالی که ازش میپرسن میتونست به راحتی پاسخ بده اونا رو. بعدش هم یه مدرسه شون آزمون IQ ازشون گرفته بود و IQ شده بود 147. خیلی هوش بالایی بود و هوش برتر حساب می‌شده و نابغه بوده. جزء نابغه ها حساب می‌شده. در تمام این صفات‌های خوبی که در مورد اندرو گفتیم، توی مدرسه بهش میگفتن که دروغگو. اندرو در هر شرایطی تمام تلاشش رو میکرد که تمام توجه ها رو به سمت خودش جلب کنه. یعنی به هر چیزی دست مینداخت، هر دروغی رو میگفت که آدم ها بهش توجه کنن. ولی اون مثلا هیچ وقت در مورد پیشینه خانوادگیش درست نگفت، با اینکه مثلا پدرش انقدر کار میکرد که اونو بفرسته مدرسه خصوصی، اما هیچ وقت نگفت که مثلا اونم پیشینه بدی نداشت خانوادهشون. نه واقعا نداشت، ولی مثلا نمیگفت. گفته بود که من فرزند یه میلیونر اسرائیلی ام که چند تا خیابون پایین‌تر زندگی میکرد. آره، به هر کسی دروغی مثلا میگفت، هر کسی میگفت شغلی داره پدرم. همین به خاطر همین فهمیده بودم، مثلا به یکی میگفت پدرم میلیونره، به یکی میگفت مزرعه آناناس داره. مشخص نبود که مثلا اندرو پدر و مادرش کیان یا چه کارن. اندرو از دوره دبیرستان متوجه گرایشات جنسی خودش شده بود.
او به مردان گرایش داشت. به همین دلیل وقت زیادی را به بدنسازی و ورزش اختصاص می‌داد تا در جذب مردان مشکلی نداشته باشد. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در رشته تاریخ آمریکا در دانشگاه کالیفرنیا مشغول به تحصیل شد. در همان سال بود که پدرش اختلاس کرد و خانه، دو ماشین و پسنداز خانواده را برداشت و به زادگاهش فیلیپین گریخت و همسر فرزندانش را با انبوهی بدهی بدون هیچ پولی تنها گذاشت. اندرو حدوداً 19 ساله بود که پدرش حدوداً 106 هزار دلار اختلاس کرد و از آمریکا فرار کرد. اندرو هم تصمیم گرفت به فیلیپین سفر کنه چون فکر میکرد که پدرش یه مقدار پول برای اونها کنار گذاشته. دانشگاه رو رها کرد و رفت فیلیپین. اما وقتی وارد فیلیپین شد و اوضاع پدرش رو دید نه، اینجا خیلی اوضاع وحشتناکه، هیچ پولی نمونده، پدرش در فقر زندگی میکنه، رفتار پدرش باش عوض شده، به همین دلیل تصمیم گرفت برگرده آمریکا. اون در سان فرانسیسکو مستقر شد و بیشتر وقت خودش رو در بارهای همجنسگرایان میگذروند و دقیقا از همین موقع بود که تنفروشی رو آغاز کرد. بیشتر مشتریان اون مردان ثروتمند پیر بودن. اون در اوایل دهه 90 تبدیل به ستاره‌ای شده بود بین افراد گی و همه دوست داشتن که باهاش رابطه داشته باشن، باهاش صحبت کنن. اون لباسای جذاب می‌پوشید و در گران‌قیمت‌ترین رستوران‌ها غذا می‌خورد. اون چیزی که اونو تبدیل به ستاره بین گی‌ها کرده بود هیکل و قیافش نبود. افراد میگن که اگه بخوایم از 10 به قیافه و هیکل اندرو نمره بدیم، نمره 5 میدیم. اما اون چیزی که اون رو ستاره کرده بود روابط اجتماعیش و هوش بالاش در صحبت کردن بود که همه رو به سمت خودش جذب میکرد. یه چیز دیگه که گزارش شده در مورد رابطه جنسی اندرو، کسانی که باهاش در ارتباط بودن میگفتن که اندرو علاقه خیلی شدیدی به روابط مازوخیستی داشته، به روابط سادیستی داشته، به روابط ارباب و برده داشته و چند تا فیلم پورن خشن هم ظاهراً بازی کرده. در همین موقع ها بود، حدود سال 1995 اندرو توی بار بود که عشق زندگیشو برای اولین بار دید. اون دوباره بین دوستاش معرکه گرفته بود که یه جوون خیلی خوش قیافه، چشم آبی بور رو دید. اسم این پسر دیوید بود. اندرو براش یه دونه نوشیدنی سفارش داد و اونو سر میز خودش دعوت کرد. اندرو همیشه از دیوید به اسم عشق زندگیش یاد میکرد. اونا اون شب رو با هم گذروندن. ولی بعد از اون شب دیوید دوست نداشت که این رابطه رو ادامه بده. اون فکر میکرد که با اندرو خیلی فرق داره، مخصوصا به خاطر دروغای زیادی که اندرو میگفت. مثلا دیوید حاضر بود هفته 90 ساعت کار کنه یا حتی ظرف بشوره، کفش فروشی کنه، ولی حاضر نبود تن فروشی کنه. دیوید معمار بود و در یه شهر دیگه زندگی میکرد و به خاطر کار به سان فرانسیسکو اومده بود. به هر جهت اون حاضر نبود دیگه رابطهشو با اندرو ادامه بده. در پاییز سال 1996 اندرو با یه پیرمرد فوق‌العاده ثروتمند آشنا شد به اسم نورمن. نورمن در کار عایق بندی ماشین‌های فیلم برداری بود. به همین خاطر هم اسکار گرفته بود و حسابی معروف بود. اون حتی رفت خونه آقای نورمن زندگی میکرد. آقای نورمن خیلی به اندرو بها میداد. براش ماشین خریده بود، بهش ماهی 2500 دلار خرجی میداد و حتی از اندرو خواسته بود که به مدرسه برگرده. حتی اندرو گوش نمیداد و حتی به دوستاش گفته بود که روابط ما کاری و ما رابطه جنسی نداریم، در صورتی که خب اینم دروغ گفته بود. اندرو به واسطه گی بودنش و اینکه در بارهای مختلف گشت و گذار میکرد طبیعتاً با آدمای مختلفی آشنا شد. یکی از این آدمایی که باهاش آشنا شد جف بود. جف افسر نیروی دریایی آمریکا بود که به واسطه گی بودنش مجبور بود از کارش بیاد بیرون. توی آمریکا به واسطه گی بودن خب خیلی عجیبه که تو از کارت استعفا بدی. خب ببین، تو دهه 90 آمریکا درسته گی بودن دستگیر نه، کسی دستگیر نمی‌کردن به خاطر گی بودن یا مجازات نمی‌شدن، ولی خب گیا خیلی یعنی تو اقلیت بودن، تاریکی زندگی می‌کردن و خیلی تحت فشار بودن. اتفاقا همین آقای جف یه مصاحبه هم با شبکه فکرام سی ان ان کرده که به صورت پشت به دوربین نشسته، یعنی مثلا گی بودن انقدر تابو بوده که مثلا پشت به دوربین نشسته. من حالا لینکش رو میذارم توی سایت، کسایی که خواستن میتونن برن ببینن. خواسته های زیاد اندرو از آقای نورمن شوگرددیش
و پولای زیادی که میخواسته، اینکه توی مواد مخدر و هروئین غرق شده بوده، باعث شد که شوگر دادیش اونو ترک کنه. همین باعث فروپاشی کامل اندرو شد. اندرو به طوری که دیگه ورزش نمی‌کرد، به هیکلش اهمیت نمیداد. خیلی ها میگفتن دچار افزایش وزن خیلی شدیدی شده. بارها به صاحب بارا میگفت که نتونسته هفته ها و ماه ها هیچ قراری بذاره، با هیچ کس رابطه داشته باشه و این خیلی اذیتش میکرد. اندرو با خرج کردن آخرین پولی که براش مونده بود، تصمیم گرفت که آخر هفته رو بره پیش جف و دیوید. اون فکر میکرد که اونا با هم رابطه دارن و اونا بهش گفته بودن که بیا اینجا تا ما قانعت کنیم که ما با هم رابطه ای نداریم. مطمئن بشه. دقیقا. برای همین تصمیم گرفته بود که بره شهر مینیاپولیس پیش اونا. اونا اصلا خوشحال نبودن که اندرو داره میاد پیششون. یعنی اصلا بهش اعتماد نداشتن. ولی خب دیوید میگفت که اندرو احتیاج به شروع دوباره داره. بذار اگه میخواد بیاد خیالش راحت شه، بذار بیاد. آخر هفته با دوستای دیوید رفتن یه مهمونی که توی اون مهمونی اندرو به دوستای دیوید گفته بود که ما با هم نامزد کردیم و قراره ازدواج کنیم و از این حرفا، و دوستاش گفتن که دیوید به نظر اصلا خوشحال نمی اومده از این اتفاق. حتی اندرو بهشون گفته بوده که من دارم پشت صحنه فیلم تایتانیک رو میچینم، یعنی داره طراحی صحنه‌شو میکنه، داره اونجا طراحی صحنه انجام میده. خلاص اون روز میگذره و یه چند روزی میگذره از اون پارتی و مهمونی، خبری از دیوید نمیشه. همکاراش خیلی نگران میشن، میگن که خب اصلا دیوید سابقه نداشته این کار رو بکنه، مرتب سر کار میرفته، غیبت و اینا نمیکرده. آره، به خاطر همین تلفنش هم جواب نمیداده. تصمیم میگیرن که برن در خونه دیوید. هر چقدر که در میزنن هیچ کس در باز نمیکنه. به همین دلیل به مدیر ساختمان میگن که بیا درو باز کن ببینیم که چه خبره، چه اصلا اتفاقی براش افتاده. آره، تو فقط صدای سگش هم میومده، یعنی صدای خودشونو مثلا کسی نمیومد، آدم نمیومد، صدای آدم نمیومد، فقط صدای سگش میومده. اصلا میگفتن عجیبه که دیوید داره با سگش همچین رفتاری انجام میده، چون چیزی بعیده. وقتی در خونه رو باز میکنن اصلا با یه صحنه وحشتناکی روبرو میشن. همه جا رو خون گرفته، دیوارا پر از خون، یعنی در و زمین همه جا خونی بوده، همه جا خونی بوده و یه جسد که لای یه فرش پیچیده شده بوده و پشت یه میزی گذاشته بودنه و حمله انگار در بد به ورود بوده، یعنی یه کسی وارد خونه شده بلافاصله همون در در، چون همش پر خون بوده، همش در و بعد کشیده بودنش. در ابتدا همه فکر میکردن کسی که کشته شده دیویده، اما وقتی مدارک چک شد و رفت پزشکی قانونی متوجه شدن این شخص یه شخص دیگه است. اینی که کشته شده جفه. پلیسا گفتن که حدوداً 27 ضربه با چکش به سرش خورده، یعنی عملاً صورت اصلا غیر قابل شناسایی بوده، سرش متلاشی شده بوده، متلاشی شده بوده کاملاً، و گفتن اصلا نشونه خوبی نیست، انگار که با عصبانیت شدید این اتفاق افتاده، یه نفرتی بوده. از مکالمات تلفنی که به دست اومد مشخص شد که اندرو با جف تماس گرفته و بهش گفته که تفنگت پیش من، ظاهراً اندرو ازش دزدیده بوده تفنگتو، اگه تفنگتو میخوای بیا خونه دیوید و بگیرش. و هنوزم الان مشخص نیست که قتل رو کی انجام داده، اندرو انجام داده، دیوید انجام داده، یا دوتایی با هم انجام دادن. در کمتر از یک هفته به گزارش دو ماهیگیر جسد یک مرد بور 30 و چند ساله پیدا شد. سه گلوله به او اصابت کرده بود. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، دو گلوله از پشت به سرش خورده بود و سپس جسد برگردانده شده و یک گلوله دقیق به چشمش خورده بود و کشته شده بود. با رسیدن کاراگاه ها، این شخص دیوید تشخیص داده شد. هیچ گونه آثار مبارزه‌ای دیده نمی‌شد. و با پیدا شدن جسد دیوید، تنها مظنون پرونده اندرو کونانن شناخته شد. خانم میگلی برای یک کاری به یه شهر دیگه رفته بود. اون در فرودگاه منتظر شوهرش شد. و هر چقدر که تماس گرفت شوهرش جواب تلفنش رو نداد و اون خیلی نگران شد. میگفت که توی این 38 سالی که ما با هم زندگی کردیم هرگز این اتفاق نیفتاده و هرگز شوهر من بدقولی نکرده. اون وقتی وارد خونه شد، شرایط خونه خیلی وحشتناک بود، خیلی همه چیز در هم بر به هم ریخته بود. آره، برای همین میگفت که اصلا امکان نداره شوهرم همچین کاری کرده باشه. با کمک یکی از دوستای خانوادگیشون شروع کردن به گشتن و متاسفانه جسد شوهرشو توی گاراژ خونه‌شون پیدا کرد.
صورت آقای میگلین با نوار چسب چسبیده شده بود و یعنی مثل مومیایی شده بود کاملا. فقط دو تا سوراخ جای دماغش گذاشته بودن. دستا و پاهاش بسته شده بود و بدنش نشون میداد که آثار شکنجه داره، یعنی با پیچگوشتی زده بودن به سینه‌ش و اینا. آره گردن. بعد دنده‌هاش شکسته بود، یعنی اون کیسه سیمانی که کنار اونجا بود و چند بار انداخته بودن روی بدنش و دنده‌ها رو شکسته بودن و در آخر هم با اره گلوشو یعنی بریده بودن گلوشو. و مجله‌های پورنوگرافی مخصوص افراد همجنسگرا گی‌ها اون اطراف بود. خب این خیلی صحنه بدی بود. ماشین دیوید قربانی قبلی اندرو در نزدیکی خونه آقای میگلین در شیکاگو پیدا شد. به همین دلیل کارگاهان حدس می‌زدند که احتمالاً این جنایت هم کار اندرو باشه. اون 19 تا ضربه به سر آقای میگلین وارد کرده بود و بدتر از اون میگفتن که شب و ظاهراً تو خونه آقای میگلین مونده، ریشش رو تراشیده، هموم کرده و روی تخت خواب آقای میگلین خوابیده. و سوال پیش میاد که اینها چه رابطه‌ای با هم داشتن که انقدر اندرو راحت بوده، هرچند که خانواده‌اش گفته اینا با هم هیچ رابطه‌ای نداشتن. ولی خب خیلی عجیبه به نظر من. به نظر من خیلی عجیبه به خاطر اینکه ماده بوده تو اونجا، هم درسته که مثلا زنش نیست و خونه مثلا خالیه. کسی به غیر از اون نیست، آره خالیه و اینکه اونجا مونده بود. همین خیلی ها میگن که این قربانی اتفاقی نبوده و اینکه خب خیلی خشونت زیادی داشته نسبت به این مسئله، میتونه یکی از شوگرداریش باشه. اتفاقا یکی دو تا از این افراد تنفروش گی ها که اون توی سان فرانسیسکو زندگی میکردن گفتن که این دوتا رو با هم دیدن، ولی خب اونقدر حساب شده نیست که مثلا اینقدر نمیشه رو حرف سند مدرکی نیستش. آره دقیقاً. یک خانم کتابدار نگران همسرش بود. او جواب تلفن‌هایش را نمی‌داد و به خانه نیامده بود. شوهرش نگهبان یک قبرستان بود. او به محل کار شوهرش رفت، اما ماشین همسرش در آنجا نبود و به جای آن یک لکسوس پیدا کرد. او در انباری آنجا شوهرش را غرق در خون پیدا کرد. پزشکی قانونی اعلام کرد گلوله‌هایی که به این مرد برخورد کرده از اسلحه اندرو شلیک شده و در حقیقت ویلیام 45 ساله چهارمین قربانی اندرو بود. اندرو پس از دزدن ماشین نگهبان قبرستون مستقیما به میامی میره و حدوداً 2 ماه در میامی در هتلی زندگی میکنه. یکی از اتفاقاتی که افتاده بود این بود که مثلا رفته بود سکه هایی که از خونه آقای میگلین دزدیده بود و توی میامی فروخته بود. اونجا شناسنامه خودش رو داده بود، شماره موبایل خودش رو داده بود، آدرس هتلی که توش زندگی میکنه رو داده بود. یعنی الان هم میتونستن راحت دستگیرش کنن یکی اطلاع رسانی کرده بود. ولی مثلا هیچکس دنبالش نرفت با اینکه الان اسمش تو لیست افراد خطرناک و تحت تعقیبه. کسایی که باهاش وقت گذرنده بودن گفته بودن که به هیچ عنوان قصدی نداشته که خودش رو قایم کنه. پنهون بهش مرتب کتابخونه میرفته، مرتب برای همجنسگرایان میرفته. آخه کلا آدم بوده که میخواسته جلب توجه بکنه، اصلا تو کتش نمیرفته همچین حرکتی. آره اصلا براش انگار مهم نبود، انگار نمیترسیده که الان دستگیرش کنن، الان اتفاق بیفته. ولی هیچکس نمیدونه چی شد که اون 15 ژانویه سال 1997 اندرو ساعت 8:55 دقیقه در خونه آقای ورساچه به آقای ورساچه شلیک کرد. هیچکس نمیدونه چرا، ولی خب در مورد آقای ورساچه حرف زیادی میزنن. اولی که آقای ورساچه اولین کسی بوده، یعنی اولین کسی بوده که میاد علنی در مورد اینکه گی هستش، هم جنسگرا هستش صحبت میکنه. مثل که ایشون یه پارتنر داشتن 15 سال با هم زندگی میکردن. به همین دلیل خیلی ها میگن که حسادت میکرده به ورساچه، به مثلا جای مقامی که داره، به مثلا معروفیتی که رسیده، همه چیزی که اندرو میخواسته توی ورساچه میتونسته پیدا کنه. میگه شاید به خاطر این دلیل بوده. هنوز نتونستن ثابت کنن که این دو نفر واقعا همدیگر رو دیدن یا نه، یا حرفایی که اندرو میزده در مورد ورساچه که داره با ورساچه کار میکنه حرف میزنه مثلا درسته واقعیت دروغ، اصلا مشخص نیست اینها. یه اتفاق عجیبی که میفته اینه که یکی از تیرایی که اندرو شلیک میکنه کمانه میکنه و میخوره به یه پرنده‌ای و دقیقا کنار جنازه آقای ورساچه اون پرنده هم میفته. 8 روز از مرگ آقای ورساچه گذشته. تا قبل از اینکه آقای ورساچه کشته شه هیچ پیگیری آنچنانی در آمریکا صورت نگرفته بود در برابر اندرو. شاید مثلا در لیست افراد خطرناک بود، اما
به قول خیلی از کارشناسا برای پلیس اهمیتی نداشت، میگفت حالا چند تا گی بودن. آره، یعنی به حساب اونقدر واسش ارزش قائل نمی‌شدن، انسان بودن، اما اون دیدگاهی که داشتن اون زمان این بوده. ولی با کشته شدن ورساچه خب نیروهای پلیس ریختن توی مریامه، همه جا گشت بود، همه جا ایست و بازرسی بود و اندرو نتونست از مریامه خارج بشه. بعد از 8 روز یه خونه شناور روی آب بوده که خالی بوده. سرایدارش مثلا یه صدای تیر میشنوه از داخل خونه و بلافاصله با پلیس تماس میگیره. خب الانم که پلیس هوشیاره، با خودش میگه شاید اندرو باشه که قایم شده باشه، اونجا رو محاصره میکنن. یه 4-5 ساعت میگذره و هرچی صدا میزنن و هرچی بهش زنگ میزنن و هرچی تهدید میکنن که حالا بیا با هم صحبت کنیم، اتفاق نمیفته، جوابی نمیاد. بعد از 5-6 ساعت وارد خونه میشن، خونه بسیار به هم ریخته بوده و گاز اشکاور میندازن. طبقه اول هیچ کس رو نمیبینن، طبقه دوم که وارد میخوان وارد چند روی پله هستن صدای تیر میشنون، میرن بالا با ترس و لرز که حالا مثلا کیه اونجا چیه و اینا. با جنازه یه آدم روبرو میشن که به خودش شلیک کرده و خودشو کشته، خودکشی کرده. بعد از 12 ساعت اعلام میکنن که این شخص اندرو بوده، بدون اینکه هیچ یادداشت از خودش به جا بذاره که چرا این کارو کرده، برای چی. همه چی کلا، یعنی همه چی مون دیگه معلوم نشد چه اتفاقی افتاده، همه چیز مبهمه که چرا جفو کشته، چرا عشقشو کشته، چرا دیویدو کشته، چرا آقای میلیونو به اون فجاحت کشته، چرا ورساچه رو چرا کشته. اما خب مشخص نیست. یکی از سناریوهایی که میشه این بوده که ظاهرا دقیقا قبل از این شروع قتل زنجیره‌ایش رفته بوده تست HIV داده بوده و HIVش مثبت، یعنی مثبت نبوده، نمیدونسته، خودش هم نرفته دنبالش که بدونه مثلا مثبت منفی چجوری، نمیدونسته، ولی به خودش تلقین کرده بوده که دارم، به همه هم گفته بوده که HIV دارم و حس بدی دارم و اینا، ولی بعدش دیگه معلوم شده که منفی داره. ازش که تست گرفتن گفتن نداشته، میگن شاید به خاطر این بوده. ولی یه چیزی که در مورد آقای ورساچه وجود داره اینه که میگن مثلا آقای ورساچه HIV داشته، خیلی مریض بوده یه مدت، ولی خانواده‌اش گفته بودن که سرطان گوش داره، ولی مشخص نیست که آیا واقعا HIV داشته یا مثلا اندرو فکر میکرده از این داره یا دیدن هم دیگر یا نه. البته چند نفر به طور قطعی گفتن که این دوتا همدیگر ملاقات کردن زمانی که آقای ورساچه اومده بود سان فرانسیسکو، با اندرو ملاقات داشته، اما خب بازم مشخص نیست که چی شده. همه اینا به کنار، اون کسی که اومد از آب گلالود ماهی گرفت پدر اندرو بود، که اومد گفت که هر کی میخواد از پسر من فیلم بسازه، کتاب بنویسه، باید $500,000 به من پول بده. اما از اونجایی که اندرو جزء جنایتکاران حساب میشده، خب هیچ حق تعلیفی نمیتونست، هم جنایتکار بوده، هم این که به قتل رسیده بوده دیگه، یعنی وجود نداشته، نه وجود نداشته، به همین دلیل نمیتونستن بیان براش چی کنن. این پرونده تموم شد، امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه، نظرتون رو برای ما بنویسید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.